این فکر کردین که اپلی که میاد آیفون 13 رو با قیمت 800 دلار میفروشه توی بازار چقدرش میره توی جیب خودش، یا اصلا چقدر سود میکنه از این آیفون 13 ای که داره میفروشه، یا اصلا این 800 دلاری که ما داریم میدیم چقدرش صرف ساختن همین گوشی آیفون 13 میشه؟ توی این ویدیو قراره همشو بگم براتون. شرکت اپل امسال آیفون 13 رو با قیمت 800 دلار داد توی بازار که طراحیش عوض شده بود، رنگ بندی های متفاوت تری وارد کرده بود، از نظر سخت افزاری و نرم افزاری بهبود پیدا کرده بود، یا مثلا ناچش کوچیک تر شده بود، یا یه دوربین خیلی قوی و خفن گذاشته بود روش. توی ویدیو امروز میخوام یه حساب سرانگشته بکنم براتون که از این 800 دلاری که ما برای خرید آیفون 13 داریم میدیم به اپل چقدرش میره تو جیب خودش، چقدرش صرف ساختن همین گوشی میشه که داریم میخریم، و چقدرش صرف هزینه های جانبی میشه که در ادامه قراره بگم براتون. پس با دیجیاتو و من همراه باشین و من مریم هستم. توی سال 2020 سایت اینوستوپیدیا اومد یک مقاله منتشر کرد که توش خیلی دقیق گفته بودش که هر یک از اجزای تشکیل دهنده آیفون 11 پرو مکس هر کدوم برای اپل ساختنشون چقدر هزینه برده، و این اعداد و ارقام انقدر عجیب غریب بود که همه برگاشون ریخت بعد از خوندن این مقاله. همینطوری که توی تصویر دارین میبینین، هزینه ساخت صفحه نمایش این گوشی 66.50 دلار، باتریش 10.50 دلار، دوربین سگانش 73.50 دلار، پردازنده و تمام اجزای دیگرش 73.50 سنت، و سنسورا هزینه مونتاژ و سایر کارهایی که باید بکنن که گوشی سر هم بشه روی هم 181 دلار میشد. تمام این خرجا رو هم جمع بکنیم میرسیم به عدد 490.50 دلار. بعد حالا جالبی این قضیه اینه که قیمت آیفون 11 پرو مکس اون موقعی که رفت توی بازار 1100 دلار بود، و این به این معنیه که حدود 45% از پولی که ما داریم برای خرید آیفون 11 پرو مکس میدیم فقط داره خرج اجزاش میشه. پس اون بقیه‌اش که میشه 55% یا حدود 650 دلاره، اون بقیه‌اش صرف چی میشه؟ حتما میره تو جیب اپل دیگه. توی اون سال گرون‌ترین آیفونی که عرضه شد همین آیفون 11 پرو مکس بود که بسته به حافظه‌ای که شما انتخاب می‌کردین قیمتش از 1100 دلار تا 1500 دلار متغیر بود. و قضیه اینه که شما میایین به خودتون فکر می‌کنین، میگین که آقا این پولی که من دارم میدم با توجه به کیفیت و تجربه‌ای که این گوشی داره دیگه اوکی، دیگه من پول زیادی دارم میدم که دیوایس خیلی خوب بگیرم. ولی با همین حساب کتابایی که ما کردیم گفتم حدود 55% از این پوله اصلا صرف ساختن این گوشی نمیشه، میره جاهای دیگه. و اینجا همتون احتمالاً به خودتون دارین میگین که اوکی دیگه، کل این 55% رو ما دادیم یه دستی تو جیب آقای اپل، و در صورتی که شما اینجا داستان گول خوردین. اصلا حرف این قضیه ها نیست. بریم تا در ادامه بگم بهتون داستان اون 55% اضافه از چه قراره. حالا داستان چیه؟ اون پولی که شما دارین میدین یا همون 490 دلار صرف قطعات و مواد اولیه و مونتاژ میشه. پس پول اون کارگرایی که دارن اونجا کار میکنن توی کارخونه های اپل چی میشه؟ پول مهندسای سخت افزار و نرم افزار چی میشه؟ اصلا پول آب و برق اون شرکتایی که اینا نشستن توش دارن همچین دیوایسی برای شما میسازن چی میشه؟ همه اینا رو شما میس کردین و دارین در نظر نمیگیرینشون. در ادامه این ویدیو میخوام دونه به دونه و با دیتیل و جزئیات براتون توضیح بدم که هر کدوم از این بخشا چیا هستن، چند درصد از اون پولی که شما دارین میدین صرف اینا میشه، و تهش برسیم به این قضیه که چقدر این پول به صورت خالص میره تو جیب اپل. داستان از این قراره که همچین کمپانی پر اسم و رسم و با تجربه و معروفی به همین راحتی هم نمیتونه بیاد از شما دزدی بکنه که تهش هم شما بگین آمریکای شیطان صفت اومده پول ما رو خورده گذاشته تو جیبش. هر چیزی که گرون باشه صرفا دزدی نشده از شما، شاید یه دلیلی داره گرون بودنش، شاید یه کیفیت و داستانی پشتشه که شما ازش خبر ندارین. مثلا یک مثال بزنم براتون از درستکاری همین شرکت اپل. گوشی‌های آیفون عمدتاً توسط شرکت‌های تایوانی مثل فاکسکان توی چین مونتاژ میشن. و برای چیه؟ دلیل این قضیه چیه؟ کارگری که داره توی چین آیفون تولید میکنه توی کارخونه دستمزدش حدوداً ساعتی 3.15 دلار. اگر همون کارگر رو همونجا بخوای بذاری کار بکنه ولی آمریکایی باشه حدوداً 7.25 دلار میگیره. بعد آقای تیم کوک هم اومد یک مقاله منتشر کرد، گفت دلیل اینکه ما داریم توی چین آیفونمون رو مونتاژ میکنیم فقط به خاطر کم شدن هزینه‌ها نیست، بلکه اون استعداد و توانایی که توی این کارگرهای تایوانی و چینی هست دیگه توی کارگرهای آمریکایی پیدا نمیشه. ما به خاطر استعدادی که دارن و خفن بودنشون داریم از اینها استفاده میکنیم، و دلیلش فقط پول نیست. این هم یه مثالی بود برای اونایی که میان میگن که اپل داره تو پاچه ما میکنه گوشه گرونشو.
حالا بریم سراغ اصل مطلب و دونه دونه درصدی که اپل داره از گوش شما برمی‌داره برای انجام کارهای جانبی رو با هم بررسی بکنیم. طبق چیزایی که از سایت و نشریه اینوستوپدیا میدونیم، حدود 20% از پولی که میکشن روی آیفون برای خرج همین تدارکات و کارگرا و کارمندا و مهندسای سخت افزار، نرم افزار و حتی مسائل جانبی دیگه مثل جعبه های گوشی صرف میشه. پس 20% از اون پولی که ما میدیم شد برای تدارکات و کارگرا و کارمندا. یه بخش دیگه از این پول آیفون ها میره برای توسعه و تحقیق که بهش میگن ریسرچ اند دیولپمنت یا به اختصار آرندی، که ما تو این ویدیو بهش میگیم آرندی. حالا البته نکته جالبی که هست اینه که اپل دقیقاً مشخص نکرده که چه درصدی از این پولی که برای آرندی محصولاتش کنار گذاشته میره برای توسعه و تحقیق روی دیوایس های فیزیکی مثل آیفون ها و مکبوکاش، و یا چه بخش دیگه ای از این میره برای توسعه سرویس هاش مثل آیتیونز یا آی کلاود. ولی anyway همینا رو بذاریم کنار، حدود 8% از پولی که شما روی گوشی ها و دیوایس هاتون میدین میره برای همون تحقیق و توسعه گوشی های همون آرندیه. 8% دیگه ای که اپل داره از روی آیفون شما، یعنی میذاره روی قیمت آیفون شما، میره برای خدمات فروش اپل، یعنی همون کارمندایی که دارن توی اپل استورها کار میکنن، یا هزینه های مارکتینگ، یا در کل هر هزینه ای که در واقع اون آیفونی که ساخته شده رو میرسونه به دست شما. اینا میشن همه هزینه های فروش اپل که حدود 8% از گوشی شما رو شامل میشه. خرج بعدی اپل مالیاتش. اگر بیایم تصور کنیم که اون مالیاتی که اپل داره روی گوشی های شما میده از حاشیه سود ناخالص نسبیش باشه، حدود 2.5% پولی که شما دارین برای آیفونتون میدین برای مالیاتی که در واقع اپل داره پس میده. شاید اینجای داستان بگین که یه خرج دیگه هم رو دست اپل هست که ما نگفتیم، که خرج ریتیل استور های همون خرده فروشی های اپله، که باید بهتون بگم همچین چیزی اشتباهه، چون توی فروش آیفون همچین چیزی وجود نداره. اون ریتیل استورها خرجشون رو خودشون در میارن با سیل ها و حراجی هایی که میذارن، تخفیف هایی که در واقع میذارن، یا با فروش اقلام دیگه که توی مغازه هاشون هست. این ریتیل استورها هیچ پولی از خود کمپانی اپل به صورت مستقیم دریافت نمیکنن. حالا که تمام این درصد های جانبی در واقع پول هایی که اپل برای ساختن آیفون 13 نیاز داره رو با هم دونه به دونه حساب کردیم، یا آیفون 13 فرضی میذاریم تو این دست، یا آیفون 13 پوره فرضی دیگه هم میذاریم اینجا، بریم که با هم داشته باشیم ببینیم که درصد ها رو روی تک تک اینها حساب بکنیم و ببینیم تهش چقدر پول خالص میمونه که قراره بره توی جیب اپل. اول از همه بریم سراغ حساب کردن این درصد توی آیفون 13 که من تقلب براتون نوشتم مثل کوروش. حدود $400 از پولی که شما برای آیفون 13 میدین میره برای خرج مواد اولیه یا ساختن دیوایس آیفون 13. حدود $160 میره خرج نیروی کار و تدارکات، که همونجوری که بهتون گفتم پول کارگرا و کارمندا و شرکت‌ها و اینا بود. حدود $64 میره برای خرج آرندی یا همون توسعه و تحقیق. حدود $64 دیگه‌اش که همون 8% میشد میره برای پروسه فروش و مدیریت، و $20 هم میره برای مالیات. حالا شما همه اینا رو حساب بکنین، جمع بزنین از اون قیمت اصلی اولیه کم بکنین، میبینین که حدود $92 داره میره تو جیب اپل. البته با تمام تخمینایی که ما توی این درصدها زدیم، میخوام که الان یکم این عددا رو دستکاری بکنم که منطقی ترش بکنم. مثلا توی قسمت آرندی قاعدتاً چون که گوشی های 13 نسبت به سری های قبلشون اونقدر تغییری نکردن، پولی که برای توسعه و پیشرفت تر کردن این گوشی ها لازم بوده رو ما میخوایم از اون $64 یکم بیاریمش پایین تر، چون خرج کمتری قاعدتاً برای اپل برده، و میکنیمش $50. در نتیجه پولی که توی جیب اپل رفته از فروختن آیفون 13، ما تخمین میزنیم که $106 میشه. الان میریم سراغ بررسی کردن این درصدها توی گوشی آیفون 13 پرو. حالا ما در نظر میگیریم، البته من اینو بگم که من این عددا رو از خودم در نیاوردم، ما اونور با هم دیگه حساب کردیم این درصدها رو. حالا بریم جلو. حدود $500 پولی که ما داریم برای خریدن گوشی آیفون 13 پرو میدیم میره برای ساخت مواد اولیه. حدود $200ش میره برای نیروی کار و تدارکات، $80 همون 8% میره برای آرندی، دوباره $80 دیگه‌اش میره برای پروسه فروش و مدیریت، و $25 میره برای مالیات. اینا رو همه رو هم جمع بکنی میبینی که $115 پول رفته تو جیب اپل. ولی مثل همون گوشی آیفون 13 دوباره من میخوام یکم این عددها رو دستکاری بکنم که منطقی تر شه. مثلا چی؟ مثلا چون که این گوشی پروه و نسبت به اون سری قبلش قاعدتا آپشن های بیشتری داره، من میام پول آرندیش رو از $80 بیشتر میکنم، میذارم $100، میگم اپل $100 برای تحقیق و توسعه این گوشی صرف کرده. ولی مثلا ساخت مواد اولیه، قاعدتا موادی که توی آیفون 13 استفاده شده که دیگه خیلی فرق آیفون 13 پرو استفاده شده
خیلی فرقی با آیفون 13 نداره. برای همین از $500 که برای ساخت مواد اولیه کنار گذاشته بودم، خطش میزنم میکنمش $450، $50 ازش کمتر میکنم. یا مثلا نیروی کار و تدارکات، قاعدتا کارمندا وقتی داشتن آیفون 13 پرو میساختن همونقدر پول گرفتن که داشتن آیفون 13 میساختن، پس از $200 میکنمش $160. همونطور که داشتم میگفتم، پروسه فروش و مدیریت این گوشی رو خرجش رو از $80 میذاریم $65، چون قاعدتا خیلی با اون گزینه با اون ورژن آیفون 13 خیلی فرقی نداره این پروسه. و در نهایت که این پول ها رو جمع بزنیم، از اون پول اولیه کم بکنیم، میرسیم به عدد $201 که میره تو جیب اپل. ما $1 هم ازش کم میکنیم، بره اون $1 تو جیب استاد، $200 میمونه تو جیب خود آقای اپل که از فروش آیفون 13 پرو به دست آورده. راستش رو بخواین، من خودم فکر میکردم که اون پولی که اپل داره از فروختن آیفون هاش میریزه تو جیب خودش خیلی بیشتر از این حرفا باشه. وقتی هم که این گوشی آیفون 12 مینی رو رفتم خریدم، اینجوری بودم که $700 ناقابل ریختم تو جیب این آقا که همچین باتری مزخرفی بدم بهم. ولی الان که این اعداد و ارقام و درصدها رو حساب کردم، دیدم که نه، اونقدر هم به چشم نمیاد اون $200 که پشتش هزار تا آدم نشسته و کلی تجربه نشسته و کلی کیفیت نشسته. خلاصه که خیالم یکم راحت تر شد. حالا شما نظرتون چیه؟ اگر دوست دارین که همچین ویدیوی مشابهی رو از گوشی سایر برندهای دیگه مثل سامسونگ و هواوی و اینا از من ببینین، حتما بنویسین توی کامنت ها برام. هم این که یادتون نره که این ویدیو رو لایک بکنین، سابسکرایب بکنین و زنگوله هرم بزنین تا خودتون اولین کسی باشین که ویدیوهای من و دیجیاتور رو میبینین. پس تا یه ویدیو دیگه، خدا نگهدار.